مجید سلام. مجید اگه اوکی هستی اوکی. سلام علیکم، مخلصم. خیلی خوبیم بچه ها؟ خیلی ممنون، مرسی. خیلی وقت بود ندیده بودیم اتون. آرمین دیگه چهارشنبه ها تعطیل کردی دیگه، زدی آف دیگه، کلی کار داری، اساس شده نه بود. گذاشتم این چهارشنبه که گذاشتم نبود که چرا پس ما نمیاد پس لایو های تو این ولی چهارشنبه الان نبود، چهارشنبه پیشم نبود، نبود برای من شما که الان برین نیمد. نگاه بکنین، الان برین رو کانال چی بود نگاه کنین، الان روی صفحه اول، بعضی موقع هر هفته نمیتونم، ولی الان صفحه اول کانال نگاه کنین، یه برنامه داره میاد، نقد امید دانا، برنامه بعدیش هم از گفتگو با یک به خدا، دو تا لایو داره میاد. اوکی. ساعتش عوض کردم، ساعتش عوض آها کردم، برای اینکه دیدم که ساعتش. اون ساعت ها خیلی نمیان، ساعت هایی که گذاشته بودم برای آمریکای شمالی، ایرانیان توی آمریکای شمالی، دیدم نه همون ساعت باید بذارم، همون ساعتی که تو ایران مردم میدارن بیشتر اروپا و اینا و ایران. موافق هست، بیشتر مخاطبم اروپا و آمریکا، چیز اروپا و ایران هست. من فکر کردم این همه هم میگن تهران جلس و اینجور چیزا، گفتم خب پس اگه انقدر، من هر جا میخونم میگن بزرگترین گروه ایرانیان خارج از ایران تو لس آنجلسه، برای همین من گفتم خب پس ما یه ساعت هم بذاریم که برای اونا باشه، بعد دیدم نه بی خدایاشون بابا آرمین جون ببخشین بابا حکی، ما بیشترین ضربه رو داریم از همین ایرانیان خارج، از زمان خاتمی به بعد اینا حمله کردن، یعنی هر اتفاقی داره میفته همین ایرانیان خارج از کشور بوده. ما خیلی هم در مورد جمهوری اسلامی اصلا کم صحبت میکنیم، البته اینقدر هم گفتن اینقدر عادی شده کارهای اینا، دزدی فلان، هی باید اینا رو گفت، ولی باید گفت دیگه، نمیشم نگفت، ولی خیلی شده دیگه، هر برنامه ای میبینیم در این مورد. ولی در مورد جمهوری اسلامی کلن بیشتر ما به کمونیسم و نمیدونم مجاهدین و اینا پریدیم، ولی اصل مطلب که اینا اومدن و دارن چی کار میکنن و اصلا بعض ما خوبه خب یه مشکل اینه برنامه که هم در این مورد باشه. آخه مجید مشکل اینه که ما جمهوری اسلامی رو انقدر همه با هم موافقیم که اینا یه شر هستن، بعضی موقع من خیلی با بیام چی بگیم، بگیم که یه چیزی خب که همه قبول داریم شر شره. ما که خب چطور آزاد در کردیم مورد که کلی امید داشت بگیم دانا که این کار مثلا این صحبت میکنه رو دقیقا. میشینی اینو چیز میکنی، ولی مثلا در مورد اینا که شهرن خود امید دانا به نظر خب من الان در مورد امید دانا که داری میری بهتر بود یه توضیحاتی اول میدادی که این اصلا چرا این کار رو میکنه، چرا این کار رو میکنه، از اولش شما مجید دنبال کردین دیگه، میدونین چه شکلی مجید بوده، اتفاقا طرفدار چی من بوده. بذار من امیدانه رو اصلا دارم برای همین نقد میکنم که بیام جمهوری اسلامی رو نقد بکنم. ببینید ما تو لایف چت ما وقتی گفته میذاریم که هر کسی بخواد بیاد بالا، ما داریم هر کسی هر چی میخواد، هر موضوع بحث میشه، هر چیزی که بیننده ها دارن تعیین میکنن. اکثر موقع ها جمهوری اسلامی موضوع بحث نمیشه، یا یه چیز علمی میشه، یه چیز فلسفی میشه، یه چیز تاریخی میشه، یا درباره روابط جنسی میشه، یا درباره کمونیستی میشه. برای همین من برنامه نقد امید دانا رو گذاشتم، اتفاقا بهونه میشه که دفاعی که از جمهوری اسلامی میشه رو من بیام برایش علش مبارزه کنم. یعنی اتفاقا اون چیزی رو که میگی ما چرا درباره صحبت نمی کنیم تو همون برنامه نقد علیه امید داناست که اتفاق میفته. البته من موافقم همه این بحثایی هم که گفتی غیر مستقیم مبارزه با جمهوری اسلامی و همش یعنی از تمام این بحثایی که میشه در اصل بر ضد اعتقادات اون جمهوری اسلامی ما داریم صحبت میکنیم و این خودش یه روشه. مثلا من از روش شاهزاده خوشم میاد، من میگم شاهزاده رضا پهلوی من سلطنت طلب نیستم، من یه جمهوری خواهم ولی طرفدار ایشون. خب بگو رضا پهلوی الان روشی شاهزاده. که الان روشی که من میگم شاهزاده رضا پهلوی خب دمه خب در همه مطلب ولی منظورم اینه که روشی که الان پیش گرفته بیشتر اجتماعیه، یعنی به صورت مسائل اجتماعی رو دنبال میکنه و مبارزه میکنه با جمهوری، به جای اینکه مستقیم بیاد هی بگه اینا دزدن، اینا بردن، اینا خوردن، اینا نمیدونم آدمای نفهمن بیشعورن، اینا رو زیاد تاثیر نمیکنه. ولی از
خود خانومشون و خود آقای رضا پهلوی هر دو به نظرم این روش رو پیش گرفتن که مسائل اجتماعی رو برد کنن و اینجوری مبارزه کنن. زیادم خودشون رو قاطی رهبری و این حرفا و دنبال این حرفا نیست، دنبال اینه که یه چیزی رو بسازن. همه از این خوشن. نظر شما؟ کسایی که میگن من میگم کسایی که بهش میگن شاهزاده، به نظر من این یه توهینه. من اینکه وقتی به یه نفر میگن شاهزاده، یعنی من به نظر ایشون کاراشون انقدر مثبته که باید پسر شاه بوده دیگه، کارش کنی. منم حرف بزن مجید، من میذارید من حرفم بابک مجید من حرفم تمام نشده بود. من نمیدونم شما فقط یک کلمه گفتیم، گفتیم پسر شاه بوده بهش میگیم شاه. خب بذارید من حرفم تمام بشه. من میگم که شاه پسر شاه، چون ایشون به نظر من حرفایی که میزنن الان، من گوش کردم حرفشون رو، من خیلی حرفشون رو قبول دارم و مفیده. خب شاهزاده بودن دارین امتیاز میدین به خاطر اینکه پسر کی بوده. من میگم کارایشون برای حرفایی که دارن میزنن انقدر برنز کافی مفید هست که به خودشون امتیاز بدین پسر کی هست. یعنی ایشون کار مثبتش به خاطر پسر شاه بودنش الان به نظر من نیست. یعنی از خودش هم به نظر من خیلی طرفدار سلطنتی نیست. یعنی من شاهزاده بودنش برای من به نظر من مهم نیست. همین ببینید چه کارهایی داره میکنه، چه حرفایی داره میزنه، قابل قبول هست، قابل قبول نیست، نقد میخواین بکنین یا تشویق بکنین. به نظر من پسر کی بوده، شاهزاده گفتن شاهزاده دارین هایلایت میکنین که یعنی یه امتیازی دارین میدین به نفر، حرفاش جدیتر دارین میگیرین، نه بر معیارتون خود حرفاش نیست. یعنی امتیاز داریم میدیم به یه نفر به خاطر اینکه پسر کسی خاصیه. برای من میگم اون درسته، من نمیگم که پسر شاه نیست اگه نگین شاهزاده چون پسر شاه نیست. من میگم واقعا دارین تمرکز میذارین یه چیزی که اهمیت نباید داشته باشه. من نظرم من نمیگم نگین شاه لقبشه. ببین از لقب چقدر اینا استفاده میکنن. چطور به یارو میگه آیت الله، چطور به طرف میگن نمیدونم، اینا لقب دیگه به خاطر اینکه بولد کنن. خب گوش نکن لقبش. مگه من گفتم میگم پرنس مجید مجید یه چیزی رو چهار بار بگی منطقی تر نمیشه. الان یه بار هم گفتی لقبشه. خب منم میگم لقب، من گفتم لقبش نیست. من میگم لقبش خب لقبش هست، ما باید استفاده کنیم. من به نظرم بهتره که اون لقب استفاده نشه برای اینکه داریم روی چیزی تم. خب آره معلومه که نظرم، فکر کنم نظر کی دارم میگم، نظر خودم دارم میگم. نه میگم خب شما هم نظرت اینه دیگه. وقتی ما جمهوری میگی خب شما این نظرت، من نظرم اینه که بگم شاهزاده. مگه من گفتم؟ خب مگه من گفتم نگین شما؟ منم شما نظر چه چه امروز جده میگیری آرمی با همه آخه این حرفا این حرفا برای من خیلی جالبه. من یه کسی میاد نظرش رو میگه، بعد من نظرم رو میگم، بعد به من میگه خب این نظرته. خب معلومه که نظرمه، من نظر مادر مامانم که نمیگم، من نظر خودم رو برده. نه میگم چون مختلفیم، ما الان مختلفیم. شما این نظرت، منم میگم اوکی شما درست، برای خودت درست میگی، برای من نه. خب چرا جبه میگی زود میپری تو پر آدم میگه من گفتم اینا؟ خیلی خب بابا آرمین دستامو بالا، تو نظرت دم میگم، ولی من دوست دارم بگم شاهزاده. حالا دیگه هر حال نظر آرمین، خب مگه من جلوتونو گرفتم؟ هر حال نظر آرمین این بوده که بگه آقای رضا پهلوی، نظر منم اینه که ایشونو شاهزاده رضا پهلوی خطاب کنم و مجیدم همینجور و والا کسانی که هم نظر من هستن، دعوایی هم سرش نیست. آره نه، موضوع اصل مطلب بابک جان، موضوع اینه که چه شخصیتی داره. اصلا بذار کنار، راست میگه آرمین، اصلا شاهزاده کیه؟ آقای رضا پهلوی. خب از این به بعد میگیم رضا پهلوی. برای من یک من حساسیت به این ندارم که شما میگین شاهزاده، ولی من واقعا حساسیت به این دارم که یه نفر بگه این نظرته. من به این بیشتر حساسیت دارم. اوکی از الان دیگه میدونی، از الان میدونیم دیگه که به چی حساسی دیگه بهت نگیر این نظرته. بعد این مهمونتون چرا نایمن؟ مهمون چرا نایمن؟ آقای فربهر، خسرو فربهر. ببین من اینم بگم، بگو محسن هم میگه روی شاهزاده اصرار دارن تا تنها گزینه برای پادشاهی شناخته شود. نه محسن، همچین چیزی نیست اصلا. ما فقط رو حساب لقب ایشون و احترامی که هست میذاریم به از لقب استفاده میکنیم. این به نظر من این توهینه. چون اگه به یه نفر بگین احترامی که برای شما قائل هستیم بخاطر اینکه بابات کیه، برای من این توهین میشه. خب من کسی
من خودم پدرم دکتره. خب من خیلی موقع به من میگفتن بچه آقا دکتر، پسر آقا دکتر. خب یعنی این به نظر من آقازاده لقب نداریم ما، بابا میشه آقازاده دیگه، آقازاده یا آقازاده هم داریم. آره این واقعا یعنی به عنوان یک فردگرا، به عنوان کسی رو، به عنوان من، به عنوان کسی رو، کسی که هر شخصو قضاوت میکنم بر اساس حرفایی که خودش میزنه، مستقل از اینکه بابات کی است، مامانت کیه، از کجا به دنیا اومدی، نژادت چیه، مستقل از این چیزا، من به نظرم شاهزاده لقب خوبی نیست. من خودم به طور شخصی اینو یک توهین میدونم برای یک شخص، وقتی که امتیاز میذارین روی بابات کیه. نه نظرم همونجوری که مجید گفت میگه نظرته، خب منم میام پس اگه این حرف معنی داره منم میام. خب پس نظرم خب نه دیگه نمیگیم بهت نظرته، نظر منه. ولی نه کریستوفر هیچنز یه موقع توی فاکس نیوز باش داشتن مصاحبه میکردن، خب یه نظری رو داد، بعد کسی که داشت باش مناظره میکرد بهش گفت خب این نظر شماست، گفت well that's just your opinion. بعد هیچنز جوابش رو داد، گفت کاش این بیمنی تا این حرفی که شما میتونید بزنید. خب معلومه که این نظر منه، شما فکر میکنید من اگه دارم اینجا حرف میزنم دارم نظر کی رو میدم؟ خب معلومه دارم نظر خودم رو میدم. نه خب توش یه مخالفتی اون وقت وجود داره، من چون نمیخواد آدم مستقیم بهت بگه من مخالفم و بحث زیاد میشه، میگه خب این نظر تو اینجا قطع میشه، یعنی من مخالفم ولی اون نظر تو، متوجه میشی؟ نمیخوام دیگه به بحث معلوم بگم من مخالف اینم، باید برم تو او دو ساعت طول میکشه. قرار شد کوتاه بگیم بریم، بچه ها منتظر آدم اینجا احساس چیز بکنه. فامیلی منم دیگه استفاده نکنه چون وصلم میکنه به گذشته و فامیل و نمیدونم پدر و اینا، خوب نیست اونجوری. نظر چی آرمی؟ اگر لقب رو داریم استفاده نمی کنیم اون فامیلی هم استفاده نکنیم، یا خیلی ها پسفندم دارن پسفندم استفاده نکنن چون برشون میگرده لقب تو، یعنی ما داریم به امتیاز میدیم به خاطر این بخشی فامیل تو، یعنی ما داریم به تو امتیاز میدیم. فامیلی هم میتونی اینجوری بگی دیگه، از توی فامیلی هم میتونی بگی. الان یه نفر بیاد با فامیلی رفسنجانی به عنوان مثال اینجا فامیلیشه چی میشه؟ اتفاقا این اتفاقا به نظر من حرف جالبیه که اگه ما اسمها بر اساس پسر مادر پسر کی بودن نبود، الان خب ما با این گیر کردیم، جایگزین کردن این کار سختیه، ولی قبول دارم چون چقدر اتفاق نه بابا خیلی حرف جالبیه، چقدر جالب، چقدر بهتر بود که اگه روش شناسایی انسانها و ربطی با اینکه پسر کی بودن نداشت، خیلی تو جامعه امتیاز دادن و گرفتن بر اساس که خانواده شما کی هستن از بین میرفت اگه ما با این سیستم. اتفاقا چقدر فکر جالبی بابا، فرض کنین که چقدر موقع ها میگن که مثلا یه نفر بگه مثلا فامیلش اینه و بگن او این فامیلش اینه پس مال اون خانواده است و امتیازش مثلا تو کار و تو مدرسه و تو سیاست و اینا میره بالاتر، یا یه نفر از یه فامیلش مثلا ما یه خانواده فقیره که بگن آه فامیلش مثلا اونه، مثلا تو بانک باش بدرفتاری بشه، توی سیاست باش مثلا کسی بهش رأی نده، مثلا توی هندو توی مثلا آره اتفاقا خیلی جالبیه که کاش ما یه سیستم شناسایی داشتیم که فامیلت بر اساس خانواده که بهش تعلق داشتیم نداشت، مثلا توی هند فامیلت استفاده میشه که بدونن که تو خانواده ای که هستی مثلا یه کاست پایینتره. خب یعنی از فامیلت برای اینکه میدونن پسر کدوم خانواده هستی میفهمن که اصلا دست نباید بهت بزنن، پول که ازت میگیرن پولا رو میشورن بعد ازت میگیرن، یعنی آب نمیدن بهت بخورن من که آب کثیف نشه. خب جایی رو که راه میگیری رو میشورن به خاطر اینکه از فامیلت میدونن به کدوم خانواده ربط داری. خیلی این اتفاق جالبه که کاش مثلا ما اسممون برای این اساس نبود. خیلی جالبه مسئول میگم پس عدد، یعنی من میگم که تو فکر میکنی ما اگه فامیل نداشتیم تنها جایگزینش میشه که ما عدد بیام استفاده کنیم؟ حالا چیزی که بزنم ما... رسید همون موقع گفتم حالا نه من نمیگم عدد، ولی من نمیگم ولی نه ولی خب آرمین مثلا این مثلا رنگ آرمین صورتی نه این برعکسش هم ساده دا همینی که میگی. ببین بعضی موقعا همین شاهزاده لقب ایشون شاهزاده بودنش باعث معروفیت شده، یعنی اگه پسر شاه نبود که الان تو خارج اینقدر تحویلش نمیگرفت از اول، چون اولش نمیشناختنش. که شما چرا اینجوری نگاه میکنین؟ شاید خیلی از عملکردهای درستی هم به قول آرمین خیلی از عملکردهای درستی هم داشته دیده نشده به خاطر اینکه خیلی از گروه ها مخصوصا دوستان چپ و کمونیست
اومدن تخریب کردن، فقط اون عمل خوبش رو به خاطر شاهزاده بودنش میگن تخریب کردن، چون اون لقب و همراه خودش داشته. خب به هر حال هر بیشتر اضافه میکنم، بیشتر میگم به دو صورتش ما... میشه به هر حال بیشتر نبوده. ببین بیشتر نبوده ما... من نمیتونم قبول کنم. بگو. من میتونم بگم که ما شانس آوردیم که حالا این کسی که الان بهش انقدر توجه میشه داره حرفای میزنه که من به نظرم مفیده. خب ولی به طور کل به طور کلی تو تاریخ این لقبای اینجوری باعث شده که کسایی که حرفاشون یا بی‌ارزش بوده یا مضر بوده بیشتر حرفاشون اهمیت بگیره، یعنی بیشتر اصلا استفاده از این القاب و این روش امتیاز دادن به اشخاص به طور میانگین ضرر داره تا فایده. توی این شخص حالا ما شانس آوردیم حرفش درست حسابیه، ولی بهتره که حالا چون اگه من میگم این القاب و این روش اهمیت دادن به یک شخص رو رواج ندیم، چون حالا این دفعه ما شانس آوردیم. خب اگه این چیزا رواج داشته باشه به طور کلی برای جامعه به نظر من بده. ممنون. اصغر هم گفته که مثلا بابک قهوه‌ای چیز تو مایه خرس قهوه‌ای. البته البته اینا فرق میکنه دیگه، اینا دیگه شوخی بوخی میشه، ولی خب اون شاهزاده چیز مثبت براش داشت، همین که آرمین هم الان گفت. حال به هر حال برای این شخص مثبت بود به خاطر اینکه تحویل بیشتری گرفتنش. مثلا الان تمام مجامع یا مجالس مختلف جهان میره صحبت میکنه، مناظره میکنه، خب به همون دلیل شاهزاده بودنش. اینو که چی آخه منم بیام ببرم بشین نگاه کنه، اسم منو که نمیدونه، اسم اونو میدونه. ایران از ایران آزاد میگه آرمین خواهش میکنم خفه شو. ایران آزاد تا زور بزن ببین میگن خفه میشم یا نمیشم، تو بیام جا زور بزن، گریه بکن، جیغ بزن تو لایف چت، همینجوری اعصاب خودتو خرد کن، هرس بخور ببین من خفه میشم یا نمیشم، تو زورتو بزن. تو این لایف چت هم گفتی همه هم فکرای خودمونن در مورد جمهوری اسلامی، دیگه چی بگیم؟ حالا نه بابا یه سری هستن، یه مجید مجیدی هست که طرفدار البته اونو من جاهای دیگه میبینم، همین تو به همه جا هست دیگه که مثلا از جمهوری اسلامی دفاع میکنه و یه حالت امید دانایی تو این مایه هست. آره ولی این امید دانام که قربونش بدم دیگه ولش نمیکنی، همه جا مشهورش کردی ها. بابا اون طرفدارای خودشونو میبینم، ما که دیگه گوش نمیدادیم تو اون. آره من مشهورش کردم حتما. ایران آزاد میگه آرمین تو فقط زر میزنی. ایران آزاد من از هرس خوردن تو واقعا دارم لذت میبرم، واقعا نمیدونم چه، من فکر میام قرص حدیث دارم. چرا ایران آزاد چطوری تو نه به هر حال نه بذار هرس بخوره دوست، بیا اینجا هرس بخور که من هی هایلایت کنم، خیلی نمیدونم کیف میکنم این زر، بیا هرس تو بخور. خیلی مجید جان، من تو میگی من دارم امیدانا رو معرف میکنم، شما واقعا عددا رو نگاه نمی‌کنین شما. اصلا اینجوری نیست. نه ببین من اصلا کاری به اون ندم بابا، اون که مثلا تو همون صحبت آخونده شده، آخوندم حرف میزنه یه سری میشینن پای منبرش حرف گوش میدن، اونا طرفدارای اونن، دوست دارن به حرفای اون گوش بدن دیگه. ما که طالبش نیستیم هم تو میاری برای ما یه بار دو بار سه بار، اصلا دیگه حرفاش هم اینقدر چرت و پرت به قول خودت، بابا این چی میگه اصلا همش بفرد. خب البته من در مورد معروف کردن امیدانا واقعا براده ما نبوده و ما اصلا فکر نمی کنم اصلا بتونیم همچین کاری رو انجام بدیم. خب حال شوخی ما آره شوخی بود، ما تا همین الان هم که برنامه در مورد امیدانا نداشتیم، شما اگر به حال برنامه هاشو ببینیم قبل از این چیزا حالا یه معروفیتی به هر شکلی پیدا کرده بوده و عملا دیده شده بود، ولی اما به نظر من کار درست آرمین اونجاست که هیچ وقت نقد درست و امید دانا ما نداشتیم، یعنی تو هر شبکه یا تو هر کانالی که ما میدیدیم داشتن با فحاشی حالا به خانوادهش خودش میگم نقد درست نبود عملا، یعنی همون نقدا به اون سبک باعث میشد که طرفداراش بیشتر بشن عملا. متوجه این چی میگم؟ من احساس میکنم آرمین داره کار درست رو میکنه، خودم روزای اول جبهه داشتم نسبت به این، من وقتی که برنامه شو دیدم خودم یه بارم افتخار داشتم باهاش تو اون نقدا باشم، به نظر من مفیده، به نظر من حداقل ماهی یه بار دو بار باید این سبک نقد رو
حالا فقط میگم یعنی امید دانا نه، حالا مثلا چهار تا دیگه شون هم پیدا کنین در موردش، یه دفعه هم گفتم یه ذره فکاهیش باید بکنیم، بعضیاشون واقعا اصلا ارزش تحلیل نداره. بعدم بعضیا از نظر من، این نظر شخصی منه به قول خانم بابک، این نظر شخصی منه، آقا ایشون طالب فالوور جمع کردن بیشتر خانم دکتر میترا به خاطر آره ما میترا بابک منظورم، دفعه پیشم گفتیم که گفت نظر شخصی منه، میگم که این طالب یعنی دوست داره فالوور جمع کنه. الان دیدی برد شده این داستان، چه تو ایران تو اینستاگرامت اگه فالوورت زیاده مثلا به فلان هنرپیشه بیشتر نقش میدن، میگم یعنی انقدر مهم شده. اینم دنبال یه همچین چیزی، به خاطر همین یهو موزهشو از طرفدار رضا شاهزاد رضا پهلوی حالا میگه اینو شیر خورشید و فلان، من اینو تو جام جهانی دیدم، من رفتم بازی ایران و چیزو نگاه کنم، اینو خانومش هم اونجا بوده، آدمی که در مورد شیر خورشید پرچم شیر خورشید با اونجا وجود نکرد به خاطر اینکه اونجا چیز شده بود که روسا نمیذارن پرچم شیر خورشید بیاد، اینو نیاورده بود و اصلا کارهای دیگه یهو عوض شد. ما باید بریم سر کسی دیگه هم بریم. البته من یه نکته اینم بگم، مجید راست گفت، درست میگه، واقعا جامعه ما به یک مسیری رفته که هر کس هر ویدیویی که ویوش مثلا بیشتر خورده باشه یا هر کسی که طرفدار بیشتری داشته باشه یا پول بیشتری داشته باشه حرفش درست‌تره، متوجه این اینجوری یا شاهزاده باشه و و برخلاف آبشنا کردن یه استراتژی شده، برخلاف آبشنا کردن ایشون اول اومد دید نه اونقدر مثلا چیز نداره، گیرایی نداره، بعد یهو یه صحبتایی کرد مخصوصا تو خارج کشور، شما وقتی میای طرفدار جمهوری اسلامی میشی بیشتر دید پیدا، با اینکه مخالف فوش میخوری اما بیشتر دید داره، مثل اینکه تو ایران مخالف جمهوری اسلامی باشی، خب اون خیلی بیشتر بود داره. ما باید بریم اون این استراتژی رو بگم، ما باید مجید بگم باش امیر اینو بگم، امیرم گفته که پرچم و شیر و خورشید ربطی به شاه و شاهزاده نداره. نه منم برده بودم، منم برده بودم اصلا ترمازون این اونجا اشتباهی میشد، یهو میگفتن تو مجاهدین، یهو اینم میشد اون وسط طرفدار مجاهد، آقا مجاهد نیستی والا، خبرنگار و خبرنگار جمهوری اسلامی هم اومد یه سری بحث شد سر این که گفتین چیه این فلان و بسار و طرف فوش و بسار. بابک ما اگه براندازی بشه قرار پرچم چی باشه؟ شیر خورشید بشه؟ خب من که اعتقادم برونه، من که میگم یه پرچم یه از تاریخی هم از بوده، حالا که حالا خواستین یه پرچم درست کنین عکس فیل چی نمیدونم خر بالدار روش باشه اصلا، خب بذاریم به رأی هر کس، گفت من میگم پرچم ما اونه، فعلا از نظر من پرچم درست ما همون شیر و خورشیده. ما این نفر بعدی کیه؟ چون برای پرچم اینجوری رأی گیری نشده هیچ وقت واقعا. به قول یکی از دوستان من فکر کنم برای رأی گیری بشه. دارم تو خونه تو کمد بچه، البته. چی؟ اینو به من توضیح بده. درفش کاویانی نه ایدی، الان سرچ کن بزن درفش کاویانی ببین چیه. اوکی. من به نظرم باید یه رأی گیری بشه. خب آره درستش اونه به نظر منم. اما فعلا تا زمانی که نشده و وقتی هم که خودم پرچم جمهوری اسلامی اعتقاد ندارم، خب میام پرچمی که یه خود تاریخی تره رو قبول میکنم. حالا اگه برنوزی بشه با که حالا خب اگر بشه... نفر بعدی کیه؟ نفر بعد کیه؟ هرچی دوست داشتی یه دونه گل سرخ بذارین مثلا با بال پرچم.